دیدی پسرم؟ دیدی چطور دادم به هدف؟ دیدی چه استعدادی دادم؟ باشه بابا بزرگ، قربونت بشم، زود با شلی کن منم برم پی کارم. نترس پسرم، نترس، من به کسی که این شیشه ها رو جا به جا میکنه شلیک نمی کنم، نگران نباش. من با اون کسایی که به خانواده من تهمت زدن اینجوری شلیک میکنم. یه شیشه دیگه بذار ببینم بابا، فقط یک گلوله مونده. خدا لعنتت کنه خواب موندم. چیه؟ نمیخوای دعوتم کنی تو؟ حیات نیست؟ مطمئنم برای حضور غیاب نیومدی اینجا نه؟ نه عزیزم، این چه حرفیه؟ گفتم تا اینجا اومدم اونم ببینم. نیستش، زود رفته سر کار، خونه نیست. همیشه قراره اینطوری باشی؟ نمیخوای منو ببخشی؟ مطمئنم برای پرسیدن اینم نیومدی. خبرهایی که تو روزنامه ها پخش شده خانواده ی حیاتو خیلی ناراحت کرده. همینو کم داشتی. نمیشه کاری بکنیم؟ یه راه حلی چیزی پیدا کنیم؟ بهتر نیست به وکیل زنگ بزنیم؟ تو نگران نباش، من خودم حلش میکنم. دیگه میخوام برم سر کار، باید برم بیرون. چیز دیگه ایم هست؟ نه چیز دیگه ای نیست. اگه میدونستی مادرت زنده است، به خاطر اینکه ترکت کرده و رفته خیلی بیشتر عذاب میکشیدی. الان وقتش نیست مامان بزرگ. فکر میکنی من ناراحت نشدم؟ من فقط 5 سالم بود. 5 سال وقتی گفتین مادرت به خاطر تو مرد 5 سالم بود. شما احتمال اینو از من گرفتین که اون ممکنه یه روز برگرده. اون لحظه فکر کردم درستش اینه که بگم مرده، چون تو رو خیلی دوست دارم. این چه جور دوست داشتنیه؟ ها؟ این چه جور دوست داشتنیه؟ شما به چه حقی سالها این رازو از من پنهون کردین؟ بگو مامان بزرگ. منو ببخش نوه عزیزم، منو ببخش نوه خوشگلم. هر وقت کودک درونم تو رو بخشید، منم تو رو میبخشم مامان بزرگ. نمیشه به منم مثل حیات یه فرصت بدی مامان بزرگ. تو داری خیلی اشتباه میکنی. بخشیدم به همین راحتی یا نیست؟ پسرم عزیزم.